درود بر شما. میخوایم یک مدار اینورتر برق 220 ولت درست کنیم به کمک ترانسفریت و یک ترانزیستور 13209. این ترانس رو میتونید از پاور کامپیوتر بردارید. چندی مدل دارن. بعضی ها شبیه این یک سیم جداگانه دارن. این منفی خروجیه. در حالی که در این ترانس وجود نداره. ما از این سیم استفاده نمی کنیم. سر مشترک سلف ها به این سیم متصل که در ادامه براتون خواهم گفت. این یک مدار افزاینده ولتاژ. در کانال دوم خودم من شماتیک مدار رو کشیدم و مدار رو اجرا کردم. در انتهای ویدیو هم این مدار رو روشن میکنم. میخوام ببینم که میتونیم 1000 ولت از این بگیریم یا نه. بس فعلا با این کاری نداریم. حالا ببینیم این مدار چجوری کار میکنه. ما قصد داریم این مدار رو اجرا کنیم. ترانزیستور NPN 13209 که در پاور کامپیوتر هم وجود داره. ولی میخواییم از این ترانس استفاده کنیم. این ترانس به چه حالته؟ چندین پایه داره و دو تا پایه در اینجا. تمام این سلف ها یا سیم پیچ ها به هم مرتبطن و یک سلف در بخش دوم داریم که از هم جدا شده. پس ما میتونیم کلکتور این ترانزیستور رو به هر کدوم از پایه ها بزنیم تا ببینیم کدوم یکی نور بیشتری به ما میده. در این مدار هم همین جوریه. یعنی ولتاژ وارد یکی از سلف ها میشه، کلکتور به یکی دیگه وصل میشه. در اینجا من ولتاژ رو وارد اولین پایه کردم، کلکتور که پایه وسط میشه به این پایه متصله، یعنی یکی قبل از آخر. امیتر ترانزیستور که این پایه هست به گراند متصله در اینجا. چیزی که بر ما مهمه بیس هست. ما چجوری باید بیس رو تحریک کنیم تا بتونه تولید نوسان کنه و مدار راه اندازی بشه؟ دو روش وجود داره. ما میتونیم هر شکل موجی رو به اینجا بدیم. هم میتونیم سینوسی بدیم، هم میتونیم رمف بدیم، هم میتونیم مثلثی بدیم، هم میتونیم مربعی بدیم. با تمامی این موارد مدار شروع به کار میکنه. حالا در روش اول یک مقاومت رو از روی کلکتور میاریم رو بیس. من این مقاومت رو 10 کیلو میذارم. ولی این باعث نوسان نمیشه. در اینجا ترانزیستور ولتاژ اولیه برای روشن شدن رو داره. چیزی که باعث نوسان میشه سلف دومه که من در ویدیوهای قبلی بارها این موضوع رو شرح دادم. پس کاری که باید بکنیم اینه. یک خازن برداریم، روی بیس قرار بدیم و پای دوم خازن رو به یکی از این سیم پیچ ها وصل کنیم. روی یکی از این سیم پیچ ها بهترین نور رو داریم. من خازن های مختلفی رو اینجا قرار میدم تا ببینیم کدوم یکی بهتر کار میکنه. حالا در روش دوم باید این مقاومت رو برداریم. پس این مقاومت حذف میشه. از یکی از سلف ها یک سیم رو به این خازن وصل میکنیم، ولی در اینجا باید یک مقاومت هم قرار بدیم. در واقع چیزی شبیه روش قبل هست، فقط ما داریم از یک سلف دیگه استفاده میکنیم. حالا این دو روش رو امتحان کنیم ببینیم مدار کار میکنه یا نه. من اول یک مقاومت 10 کیلو رو روی پای بیس و کلکتور قرار میدم. به این حالت. پس اینجا ورودیه. کلکتور به اینجا متصله. یک مقاومت 10 کیلو به پای بیس خورده. امیتر هم که ولتاژ منفی. منفی رو به منفی، مثبت هم اینجا هست. حالا قبل از اینکه خازن رو قرار بدم مکان قرارگیری این ترانس رو ببینیم روی پاور کامپیوتر. این مدار پاور کامپیوتر، این استنبای، این ترانس پالس و این ترانس رو ما استفاده کردیم. پایه هایی که در بخش خروجی وجود داره و این دوتا پایه ورودیه که برق شهری رو قطع وصل میکنه. برقی که DC شده. لامپ LED رو وصل کنم. یه لامپ معمولی. این خازن 1 میکروفاراد هست. پس روی بیس و روی یکی از سلف ها.
حالا از یه خازن دیگه، این 10 میکرو هست. روشن نشد. در اینجا چشمک میزنه. از یک خزن دیگه. بس رو پایه‌های مختلف دارم امتحان میکنم. این خزن 100 میکرو هست. رو پایه بیس و روی یکی از سلف ها. پس همونطور که دیدید ظرفیت این خازن خیلی مهمه. در ادامه رو مدار استندبای اینو بهتون نشون میدم. حالا روش دوم. مقاومتی که ولتاژ رو به بیس میرسونه میخوام بردارم. یک مقاومت 1 کیلو و یک خازن 104 که با هم موازیه. رو پایه بیس و یکی از سلف ها. نیم آمپر جریان میکشه رو 8 ولت. حالا یک مقاومت 100 اوم و خازن 10 نانو. هر چقدر مقدار مقاومت رو کمتر کنیم ولتاژ بیشتری به بیس میرسه. رو بیشتر پایه ها نور خوبی داره، حدود 1.5 آمپر هم جریان میکشه. خب همونطور که دیدید بس ما میتونیم به دو روش این مدار رو راه اندازی کنیم. ولتاژ ورودی رو 8 ولت بود. اگر رو 12 ولت یا بالاتر بذارید نور بیشتری خواهید داشت. حتما باید از هیت سینک استفاده کنید. ولی این مدار رو ما کجا دیدیم؟ این مدار پاور کامپیوتر، همون ATX. ATX چیه؟ Advanced Technology Extend، که به جای حرف ای حرف ایکس رو استفاده کردن. فناوری پیشرفته توسعه یافته، این معنای لغویش بود. ما میدونیم در پاورهای کامپیوتر بخش استندبای دو تا ولتاژ داره، دو تا خروجی داره، یکی 5 ولت، یکی میتونه تا 24 ولت هم باشه. در بخش خروجی هم 3 تا ولتاژ داریم یا 4 تا ولتاژ، 3.3، 5 ولت، 12 ولت و منفی 12 ولت. این یک استاندارده. ولی کار ما اینجاست. تو بخش استندبای تقریبا میشه گفت همین حالت هست. همین مداری که ما اینجا اجرا کردیم. این مدار. ولی چرا از ترانس استندبای استفاده نکردم؟ این ترانس استندبای. خروجی این مدار 5 ولته. حداکثر 20 ولت. بس نمیتونست این لامپ رو روشن کنه. به خاطر همین من اومدم از این ترانس استفاده کردم. شما در اینجا میبینید دو تا ترانزیستور وجود داره. ما یکی از این ترانزیستورها رو حذف کردیم. دلیلش این بود که سلف ها با هم در ارتباطن، در حالی که در استندبای سلف ها جدا هستن. حالا روشی که ما اجرا کردیم همینه. یعنی یک خازن و یک مقاومت. این باعث نوسان میشه. در این مدار این ماسفته و این ترانزیستور کوچکه که این دوتا با هم نوسان میکنن. در بعضی از مدارات شما دیگه ترانزیستور کوچک رو نمیبینید. فقط یک خازن و مقاومت هست. در بعضی از مدارات دیگه به جای این دوتا IC وجود داره. ولی روشی رو که ما اجرا کردیم همین روش ترانس استندبای هست. به این مدار دقت بفرمایید. این هم ترانس استندبایه. دوتا سلف جدا هستن. ما از این خازن و این مقاومت برای نوسان این ترانزیستور استفاده کردیم. چون سلف ها مشترک هستن، از یک سلف دیگه برای خاموش کردن ترانزیستور استفاده کردیم. که من قبلا اینا رو در ویدیوهای قبل کامل شرح دادم. حالا نکته مهم در اینجاست. شما وقتی خازن استندبای خراب میشه باید ظرفیتش رو درست انتخاب کنید. مثلا اگر این 2.2 میکرو هست شما نباید ظرفیتش رو 1 میکرو بذارید. الان شبیه سازیش رو براتون انجام میدم. بس این خازن خیلی نقش مهمی داره در نوسان ترانس استندبای تا بتونید ولتاژ درستی رو در خروجی داشته باشید. بعضی از این پاورها یک رگولاتور در بخش خروجی دارن برای 5 ولت، ولی خیلی هاشون هم ندارن.
و از نوسان این ترانزیستور به کمک این خازن هستش. حالا شبیه‌سازیش رو براتون انجام میدم. میخوام از اسیلوسکوپ و فانکشن جنراتور استفاده کنم. اگر خازن بخش استندبای دچار خرابی بشه یا دچار نشتی بشه، ما در خروجی نوسان داریم. خب اتصالات رو برقرار کردم. ولتاژ رو به مدار متصل کردم. فانکشن جنراتور منفیش مشترکه، سیم قرمز رو بیسه، پروب اسیلوسکوپ هم روی بیس. حالا میخوام آزمایش رو انجام بدم. منبع تغذیه روی 8.2 ولته. بیس فقط به کمک فانکشن جنراتور میخواد تحریک بشه. اسیلوسکوپ متصله، فانکشن جنراتور رو روشن میکنه. حدوداً 17 کیلوهرتز داره نوسان میکنه. الان شکل موج‌ها رو تغییر میدم. این سینوسی، مثلثی، اینم رمپ. پس لامپ همچنان روشنه. به جریان کشی منبع تغذیه توجه بفرمایید. دوباره تغییر میدم. این حالت سوزنی. این حالت مربعی. فرکانس رو تغییر میدم. به صدای سوت دقت بفرمایید. به خاطر همینه که وقتی منابع تغذیه فرکانسشون تغییر میکنه صدای سوت داریم. ولی وقتی فرکانس درسته دیگه صدای سوت نداریم. الان 31 کیلوهرتز. حالا میخوام خرابی خازن رو شبیه سازی کنم. بس حالت سویپ رو اجرا میکنم روی فانکشن جنراتور. دقت بفرمایید. فرکانس رو کم میکنم. به این صدا دقت بفرمایید. خب غیر فعالش میکنم. خاموشش میکنم. خب همونطور که مشاهده کردید ما میتونیم ترانس های فریت رو به کمک یک ترانزیستور راه اندازی کنیم. دو روش رو بهتون نشون دادم. تو روش اول ما تونستیم به کمک یک خازن بیس رو تحریک کنیم. بس خرابی اون خازن یا تغییر ظرفیت اون خازن میتونه باعث خرابی مدار بشه که تو بیشتر مدارات پاور استنبای این حالت اتفاق میفته. در روش دومم از یک سلف مقاومت و یک خازن بایپس استفاده کردیم. شما میتونید رو پایه‌های مختلف امتحان کنید و نتایج مختلف رو ببینید. نیاز نیست که از این سیم استفاده کنید. حالا ببینیم این مدار چه ولتاژی میتونه به ما بده. مدار رو به برق متصل کردم. این مولتی متر به ورودی ولتاژ و این مولتی متر به خروجی ولتاژ متصله. شاید شما اولین باری که دارید ویدیوهای من رو میبینید. در کانال دوم من که به زبان انگلیسی هست و در بخش توضیحات آدرس اون رو گذاشتم، این مدار رو کاملا شرح دادم و شماتیک اون هم کشیدم. اگر بخوایم جریان بیشتری از این مدار بگیریم، باید ضخامت سیم ها رو افزایش بدیم. برای مدار پاور کامپیوتر هم ویدیوهای زیادی گذاشتم. در فهرست پخش پاور کامپیوتر تو همین کانال میتونید ویدیوها رو پیدا کنید. اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید میتونید داخل وبسایت تشریف ببرید و دوره‌های آموزشی رو تهیه کنید. خب حالا میخوام مدار رو امتحان کنیم. حالا منبع تغذیه روشن میکنم. ولتاژ ورودی حدود 2.8، خروجی 32 ولت. ولوم رو میچرخونم. حدوداً 280 ولت. کمش میکنم. حالا میخوام ولتاژ ورودی رو بالا ببرم. به این ولتاژ دقت بفرمایید. حدوداً 700 ولت.
کمش میکنم. حالا میخوام یه لامپ رو بس کنم. خب دوباره روشن میکنم. خب دقت بفرمایید، لامپ رو به راحتی روشن میکنم. ولی افت ولتاژ داریم چون جریان در اینجا کمه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.